با درود به همه بینندگان و شنوندگان برنامه زرتشت، آرتمیس اهورا هستم و این برنامه کاری است از جنبش نوزایی ایرانی. من یک چند وقتی بود که تقریبا در خدمتون در برنامه زرتشت نبودم، اما در برنامه های دیگری با جنبش زنان و سایرین برنامه هایی داشتم. امروز ما بازگشتیم و با بانو دکتر الیکا بقایی که همیشه با من برنامه های بسیار بسیار خوبی رو داشتن این برنامه رو خواهیم داشت. در این برنامه ما محور گفتگومون دو نکته خواهد بود. یکی نخست درباره خبر اعدام، در واقع خبر خیلی جانسوز اعدام یا کشتن نوید افکاری، این قهرمان کشتی کشور بود، هست، در این باره گفتگو میکنیم. و دوم درباره دیدگاه ایرانیان در نسبت به دین و مذهب و تغییراتی که در این 40 سال گذشته دیدگاه مردم ایران کرده با هم صحبت میکنیم. خب بانو الیکای گرامی، خیلی خوش آمدید به این برنامه، خوش آمدی داشته باشی تا وارد برنامه امروز بشیم. آرتمیس عزیز، من هم درود میگم به شما و همه بینندگان خوب برنامه شما، برنامه زرتشت، برنامه های جنبش، و امیدوارم که این قبیل برنامه هایی که ما در اون شرکت میکنیم بتونه دست کم اندکی مفید باشه برای تغییر نگرش، تغییر دیدگاه هایی که میتونه جامعه بهتری رو در آینده بسازه و ما بتونیم نقش کوچکی در این تغییر و بهسازی داشته باشیم. امیدوارم من هم این شانس رو داشته باشم که بتونم در این جایگاه باشم و این نقش رو ایفا کنم. سپاس از شما. سپاس الیکا جان. خب ما هممون متاسفانه این خبر بسیار بسیار دردناک رو درباره اعدام نوید افکاری، این یکی از در واقع شیرمردان مبارز ایران، شنیدیم. نوید افکاری خب همه خیلی بهتر شاید بدونید، هم قهرمان کشتی بود و هم یکی از جوانان ایران بود که برای احقاق حق و برای رساندن صدای مخالفت مردم ایران بر علیه حکومتی که دقیقاً مانند اختاپوس 40 سال کشور و مردم ما رو به گروگان گرفته و زندگی همه رو از بین برده و تمامیت ارضی کشورمون رو به خطر انداخته و تمام ثروت‌های ملی این کشور و این ملت رو در 40 سال به باد داده و مردم رو به این فلاکت و بدبختی و کشور رو در چنین ورطه و شکسته‌ای قرار داده، یکی از اون جوانان بود که متاسفانه دیدیم چیزی حدود بیش از 4000 نفر از این جوانان رو در آبان ماه گذشته به خاک و خون کشیدن در خیابان‌ها و شهرهای ایران و به عده بسیار زیادی رو در زندان‌ها زیر شکنجه‌های وحشتناک کشتن و متأسفانه نه تنها جنازه‌های خیلی از اینها رو به خانواده‌ها تحویل ندادن، بلکه به طور شبانه و مخفیانه برای اینکه آثار شکنجه بر بدن اینها دیده نشه به خاک سپردن، همون گونه که درباره نوید افکاری هم انجام شد. و ما اینجا هم خودمون رو با خانواده گرامی ایشون و هم با تمام مردم ایران، از زن و مرد و جوان و پیر، شریک این غم میدونیم. این یک غم ملی است، فقط محدود و مربوط به نوید افکاری نیست و تمام اون جوانان و تمام اون زنان و مردانی که در 40 سال گذشته در زیر چرخهای این حکومت ستمگر و واقعا ظالم و خفقان آفرین و سرکوبگر از بین رفتند، متاسفانه در واقع این درد مشترک 40 سال زندگی مردم ایرانه. و امروز من و بانو الیکای گرامی جامعه سفید پوشیدیم برای اینکه ما ایرانیان هرگز رسم پوشیدن لباس مشکی و تو سر خودمون، تو سر و کله خودمون زدن رو نداشتیم. ما ایرانیان باورمند بودیم که انسان برای همکاری با اهورامزدا به این جهان آمده، برای نگهبانی و نگهداری از این جهان و بهتر ساختن و آباد ساختن زندگی خود و دیگران.
به این هستی قدم میگذاره و هنگامی هم که بر میگرده روانش نزد اهورامزدا، فروهر هر انسان جاودان میمونه و در روشنایی و نور قرار میگیره و ایرانیان همواره برای هر گونه پرسه و سوگواری جامعه سپید برتن میکردن و جنازه ها و رفتگانشون رو راهی دیار به اصطلاح پس از مرگ میکردن با خرسندی از این که میدونستن روان درگذشتگان در آرامش و نور و شادمانی نظارگر اونها تا همیشه در روی زمین خواهند بود. الیکا جان، شما نظرتون رو بگین، شما مگه پیامی درباره یا سخنی در این باره دارید؟ و میدونیم که این روزا همه واقعا حالشون گرفته شد و بسیار اندوکین شدن در این باره. خواهش میکنم شما در این باره گفتگو کنید، نظرتون رو بگید. خب شما اصل مطلب رو بیان کردید. واقعا نوید افکاری یک نفر نبود، ما هزاران نفر، صدها نفر رو در سال گذشته از دست دادیم. جوانانمون، کسانی که میتونن مغز متفکر جامعه ما باشن، جامعه ایرانی باشن، چه در خود ایران چه در خارج از اون، کسانی که میتونن خوش بدرخشن رو از دست دادیم. به بهانه های مختلف همین اتفاق افتاده. خیلی از اونها از ترس خانواده هاشون سکوت کردن و خیلی های دیگه که توانستن صدایی باشن و صدایی رو داشته باشن به گوش دست کم ایرانی ها رسوندن و نوید افکاری یکی از اونها بود. من نکته رو که بخوام به گفته های شما اضافه بکنم، آرتمیس جان، یک غم بزرگی هستش وقتی که ما میبینیم که خیلی از ایرانی ها در پی اون صداهای جهانی، صداهای رسانه‌ای میان و بدون هیچ پیشینه، بدون هیچ نگاه عمیق، کسی رو که حالا درسته مرگ اونم دردناک بود ولی کسی رو به عنوان سمبول یک جنبش قرار میدن که شاید سمبول مناسبی هم نبود و شاید اون صدایی رو که این جنبش داشت، منظور من همین حرکتی که در پی قتل و قتل نه کشته شدن جورج فلوید اتفاق افتادش هستش. ایرانی ها هشتگ های زیادی ساختن، در جنبشی جهانی خودشون آمیختن تا صدایی رو که به نظر من چندان هم نمیتونیم به اون سر بذاریم، به خاطر اینکه در همین کشور آمریکا ما میدونیم که رئیس جمهور اون یک سیاه پوست بود و با بیشترین آمار تاریخی در آمریکا انتخاب شد، در حالی که فقط 12% جمعیت آمریکا سیاه‌پوست بودند. یعنی بقیه غیر سیاه‌ها انتخاب کردن تا یک سیاه‌پوست برای اونها ریاست جمهوری کنه و حالا به خاطر پی کشته شدن یک سیاه‌پوست اونها میان و صدایی رو بلند میکنن و میگن که خب خون سیاه‌ها ارزش داره. در سال گذشته شاید ایران یکی از کشورهایی بود و شاید تنها کشوری بودش که دولت خودش خیلی رسمی و علنی به خاطر ساکت کردن اونها صدها نفر رو کشت. تعداد و آمار کشته هایی که از توی رودخونه ها در می آوردن در رسانه ها پخش شد. هواپیمایی رو خودش رسما اعلام کرد که زده و جوانان نابغه و هوشمندی رو به خاک و خون کشید و به نظر من این ارزش این رو داشت که الان مردم جهان هم با اون ایرانی های خودشون رو دلسوز برای اون سیاهان نشون میدادن بیامیزدن، ولی این کار نکردن. دست کم خود ایرانی ها باید همصدا میشدن. شمایی که اینقدر برای این جنبش های جهانی دل میسوزونین، چطوریه که الان نمیتونین این بی انصافی، نمیدونم این خشونت یا هر واژه دیگه ای رو که میتونین براش بذاریم به گوش جهان برسونین؟ من فکر میکنم ایرانی ها به اندازه کافی راه برای ارتباط با جهان دارن
من فکر میکنم انقدر محدودیت های ما زیاد باشه که نتونیم خبرهایی مثل کشته شدن و اعدام ناجوان مردانه نوید افکاری را به گوش جهان برسونیم. اگر ما میتونیم صدای این جنبش سیاه پوستا، جنبش دفاع از خون سیاه پوستا یا سیاهان باشیم در داخل ایران، چون نمیتونیم صدای مردم بیدفاع ایران باشیم در خارج از اون، چون نمیتونیم این حرکت رو انجام بدیم. ریکا جان دقیقا این نکته خیلی جالبی است. دولتی که خودش 4,000 نفر رو، بالای 4,000 نفر، حالا آماری که ارائه میشه از سوی جامعه جهانی، یعنی از سوی مثلا کشورهای اروپایی، حتی این تعداد رو 14,000 نفر هم اعلام کردن، کشته هایی که هیچ جا صداش در نیامد و اینقدر وسیع در سراسر کشور، شما این همه شهر شلوغ شد و این همه آدم کشته شد و حکومتی که خودش به جوانان مملکت خودش رو در روز روشن جلوی دوربین های همه جهان اینا رو دیدن و بستن به گلوله و اینها رو کشتن و اینها رو شکنجه دادن و جنازه هایی که این طرف و اون طرف پرت و پلا کردن و مردم پیدا کردن، کسی که همچین کاری میکنه اون وقت میان میرن خیابون به نام جورج فلوید میذارن در ایران و مدافع حقوق سیاهان در آمریکا میشه، حکومتی که دستان خودش تا آرنج در خون ملت ایرانه. و این دو دوزه بازی ها و این حقه بازی هایی که این حکومت انجام میده تنها یک گوشه کوچک از همه جنایاتی است که در 40 سال گذشته انجام داده و همه اون در واقع چرخ گوشتی است که خون ملت ایران داره از لابلای این دندانه ها بیرون میزنه. کشور رو نابود کردن، مردم رو نابود کردن، جوانان بیشماری از بین رفتن، خانواده های بیشماری از بین رفتن و امروز ما شاهدیم که جوانان تحصیل کرده این مملکت دارن از توی سطح‌های زباله غذای روزانه رو پیدا میکنن. عده بسیار زیادی از مردم این کشور رو، واقعا شاید میشه گفت بیش از 60% مردم ایران زیر خط فقر هستن. حالا از این نکته گذشته، شما فساد سیستم قضایی رو در ایران میبینید. ببینید، چون من از اخباری که از درون زندان در اومد و افرادی که دنبال این موضوع هستن از نظر حقوقی، من در یکی از برنامه ها حضور داشتم و میشنیدم، متوجه شدن که اصلا این نوید افکاری به اعدام نرسید، برای اینکه اصلا حکم هنوز صادر نشده بود علیهش، هنوز رأی دادگاه صادر نشده بود، این ایشون هنوز در مرحله بازجویی بوده و مسلماً معلومه که در زیر شکنجه این جوان رو کشتن و برای این که نشون ندن به کسی شبانه دفن کردن و حتی خانوادش فقط تونستن صورت این جوان رو ببینن، یعنی حتی گردن این جوان نشون داده نشده که جای تناب داری هم بر گردن برای این که نبوده. حالا هر جوری که این جوان رو کشتن، این نشون میده که شما در یک کشوری هستید که تمام ارکان این جامعه در دست خود رهبر و عده‌ای هست که سران مملکتن، یعنی اینا، ما دولت مستقل نداریم، ما قوه قضاییه و مقننه و مجریه مستقل نداریم و تمام اینها پاپت ها یا عروسک های خیمه شب بازی رهبر و اون اکیپی هستن که در اون بالا نشستن در تمام این 40 سال، مثل مهره های شطرنج جاهاشون عوض میشه و هیچ وقت هم اینها از کار بر کنار نمیشن مگر بمیرن، با مرگشون از دسته حکومت خارج شن، از اریکه قدرت به کناری برن. وگرنه شما اگر در یک کشور متعادل، یک کشور معمولی، یک کشور نرمالی که مطابق قانون اداره میشد باشی، شما سیستم قضاییتون جدا باید باشه، قاضی جدا رأیشو میده، تحت تاثیر کسی نیست. اون سیستمی که ما در زمان پیش از انقلاب داشتیم، ما سیستم قضایی بسیار بسیار پاک و سالمی داشتیم، سیستمی که اصلا درش فساد نبود، دست‌های پشت پرده سیستم قضایی رو نمی‌گردوند، آخوندها بر مسند کارش نبودند،
قضات بسیار خوشنام و بسیار پاک دستی داشتیم که کارشون بر اساس قانون بود و هیچ کس حتی شاه مملکت در سیستم قضایی کشور هیچ گونه دخالتی نداشت، کما اینکه میدیدید کسانی که در زمان شاه اومدن و نقشه دزدیدن به اصطلاح ولیعهد یا شاهزاده اون مملکت رو و شهبانوی اون مملکت رو کشیدن، هنگامی که به دادگاه کشیده شدن، دادگاه‌های عمومی برگزار شد و دادگاه ها پخش شد و در اون دادگاه ها حتی اینها عفو خوردن و چند نفرشون حتی به زندان های یکی دو سال محکوم شدن، نه کسی اعدام شد، نه کسی شکنجه شد و نه این اتفاقاتی که اکنون در این 40 سال میبینید افتاد. حالا الیکا جان، دنباله این سخنی که ما الان داشتیم صحبت میکردیم، یک ریسرچ یا یک تحقیقی انجام شده، یک پژوهشی انجام شده جدیداً در ایران. من با بینندگان گرامی این پژوهش رو میخوام شیر کنم، برای همینم شیر سکرین میکنم که بینندگان اینو ببینن. یک نظرسنجی در ایران انجام شده توسط گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان، گمان، به نام گمان. این گزارش نظرسنجی درباره نگرش ایرانیان به دین رو نشون میده. این ریسرچ قرار نبود که در ایران در بیاد، ولی خب خوشبختانه این ریسرچ به اطلاع، این پژوهش به اطلاع و آگاهی خیلی ها رسید و این درس کرد و بیرون چاپ شد و از اون به بعد خیلی سر و صدا کرد. نکته بسیار جالبی که در این گزارش هست، نخست اینه که این گزارش در درون ایران انجام شده، بنابراین در خارج از ایران نیست که شما فکر کنین که مثلا دیگران فکر کنن که این گزارش رو بیرون ایران تهیه کردن، برای خودشون تهیه کردن یا درست نیست. این گزارش چیزی حدود 39,000 رو اندی رو در بر گرفته از تمام سراسر ایران، از شهرها و روستاها، از گروه‌های طبقاتی اجتماعی گوناگون، از تحصیل کرده تا افراد بسیار کم سواد، از کشاورز تا مثلا فرض کنید آهنگر تا دکتر و استاد دانشگاه و افرادی در گوشه گوشه کشور، از گوشه های گوناگون، از قوم هایی مانند مثلا کرد ها گرفته شده تا سیستان و بلوچستان تا گیلکی ها تا تهران و در جاهای گوناگون، حتی در برخی از جاها برای کسانی که سواد نداشتن اینها رو بخونن براشون این خونده شده و اونها پاسخ دادن. و این نشون دهنده اینه که منظورم اینه که درصد خطای این پژوهش بسیار کم بوده، 5% خطا داشته و 95% به اصطلاح اطمینان ریسرچ یا اطمینان پژوهشی داریم، به اصطلاح بهش میگن ریلایبیلیتی ریت. و این توسط دانشجویی از استادیار علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ هلند به عنوان یک پژوهش به اونجا ارائه شده و با به اصطلاح پشتیبانی مالی بانوی به نام لادن برومند که خودش پژوهشگر تاریخ بوده و از مؤسسان مثل اینکه بنیاد عبدالرحمن برومند، یکی از بنیادهای مثل اینکه به اصطلاح غیر انتفاعی در درون ایران بوده، هزینه این ریسرچ رو دادن و این ریسرچ انقدر میگم معتبر بوده که در دانشگاه هلند هم ثبت کردن و ارائه دادن به عنوان یکی از پژوهش‌های میدانی درون ایران. درباره این پژوهش که 15 روز هم انجام شده، دیده شده که افراد با سواد بالای 19 سال ساکن ایران در این پژوهش شرکت کردن، بنابراین شامل حال نوجوانان و کودکان نمی شده، افرادی که بالای سن قانونی هستن، بالای 19 سالن. و بر اساس این نظرسنجی، من نخست کل این نظرسنجی رو خدمت بینندگان اعلام میکنم، 78% ایرانیان گفتن که خداباور هستن، 37% به زندگی پس از مرگ باور دارن، 30% به بهشت و جهنم اعتقاد دارن. حالا تحقیقاتی کردن نمیدونم چقدر به 26% به منجی بشری
اولویت نمیدونم اعتقاد دارن که بالاخره یک کسی شاید بیاد و مملکت جهان رو نجات بده و 20% جامعه ایران به هیچ کدوم از این موارد اعتقاد ندارن. بنابراین ما 20% جامعه ایران رو تقریبا داریم که خدا ناباور هستن یا اصلا ایتئیست هستن. خب پس این میشه تقریبا چیزی حدود 1/5 یا یک حدود 1/6 جامعه تقریبا اعتقاد اصلا ندارن به خدا. بعد اومدن درباره باور مذهبی پرسیدند، 32% جامعه خودشون رو مسلمان شیعه دونستن. اونهایی که اعلام کردند که ما واقعا خودمون ایتئیستیم گفتن 9% بوده، ولی کسانی بودن که وقتی که این پرسش های بالا رو ازشون کردن به هیچ کدوم اونها اعتقاد نداشتن، بنابراین آمار شاید 20% درباره اتئیست ها یه چیز واقع بینانه ای باشه. 8% گفتن ما معنویتگرا هستیم ولی دین خاصی مثلا نمیگیم ولی به معنویات اعتقاد داریم. 7.5% ایرانیان خودشون رو زرتشتی اعلام کردن. این نکته از این نظر جالبه که بدونیم ما زرتشتی رسمی یا کسانی که از پدرها و مادرهای زرتشتی به دنیا آمدن و در شناسنامه نام زرتشتی دارن، به اصطلاح باور مذهبیشون زرتشتی ذکر شده یا زرتشتی زاده هستن، در ایران چیزی حدود 20,000 نفر هستن. ولی هنگامی که 7.5% زرتشتی خودشون رو اعلام میکنن، 7.5% اگر شما به طور میانگین یک چیزی حساب بکنید از 80 میلیون ایرانی، چیزی حدود 6-7 میلیون تقریبا ما زرتشتی، کسانی که خودشونو در ایران زرتشتی میدونن و اعلام کردن که ما باورمون رو باور زرتشتی میدونیم که خیلی عدد قابل ملاحظه ایست، ما پس در حدود 6-7 میلیون در ایران زرتشتی میتونیم داشته باشیم. 7% گفتن ندانمگرا، یعنی گفتن ما نمیدونیم چی هستیم، و 4.5% خودشون رو سنی دونستن. بعد همونجور هم که گفتم 22% جامعه خودشون نزدیک به هیچ کدوم از این گرایش ها یه دینی ندونستن. 6% جامعه از یک گرایش دینی به گرایش دینی دیگری برگشتن و 41% گفتن که دین یا بیدینیشون در طول زندگی تغییر نکرده، یعنی یا از اول ما بیدین بودیم هستیم یا از اول با دین بودیم هستیم، ولی دینشون خیلی تغییر نکرده اینجوری که اعلام کردن. و حدود 60% جامعه اعلام کردن اصلا نماز نمیخونن، 40% گفتن گاه به گاه نماز میخونن که 27%شون 5 بار در روز نماز خونن. 27% مردم، یعنی 40% گفتن به تناوب نماز میخونیم، ولی 27% از این 40% گفتن روزی 5 بار رو نماز میخونن. 61% ایرانیان در خانواده‌های خدا باور به دنیا آمدن، یعنی اعتقاد دارن که ما 60% ایرانیان گفتن مثلا پدر و مادر ما خدا باور بودن، و 32% در خانواده خدا ناباور یا خدا باور ولی غیر مذهبی به دنیا آمدن، یعنی گفتن مثلا ما خدا رو باور داشتیم ولی انسان‌های مذهبی نبودیم و پرکتیس یا انجام مراسم مذهبی نمی کردیم. و کمتر از 3% جامعه ایران گفتن ما کلن در خانواده های خدا ناباور و ضد مذهبی بودیم، یعنی هم خدا ناباور بودن یا هم ضد مذهب بودن. و این نکته بعدی که بسیار جالبه اینه که 68% جامعه معتقدن احکام دینی نباید معیار قانون گذاری باشه، یعنی الان که قوانین شریعه داره در ایران انجام میشه، 68% مردم گفتن نباید چنین چیزی باشه و نباید دینداران اکثریت مجلس رو داشته باشن. خب چون دین غالب الان در ایران اسلامه، بنابراین معتقدن که پس اسلامیان نباید اکثریت مجلس رو داشته باشن. در برابر هم 15% فقط در جامعه اعتقاد داشته باشن که قوانین باید در هر حال با مذهب یا احکام دینی هماهنگ باشه. 71% جامعه ایران اعتقاد داشتن نهادهای دینی باید خودشون هزینه خودشونو بدن، در حالی که 10% فقط گفتن همه نهادهای مذهبی، حالا از هر باور مذهبی، باید کمک دولتی دریافت بکنن، و 3.5% از کل جامعه ایران معتقدن که فقط نهاد اسلامی باید از کمک‌های دولتی بهره‌مند بشه.
از سوی دیگه بخش دیگری از این تحقیق یا پژوهش نشون داده 41% جامعه ایران معتقد هستن همه ادیان باید بتونن دینشون رو تبلیغ کنن در عرصه عمومی. یعنی کمتر از نیمی از جامعه در واقع قبول دارن که باید همه مذاهب بتونن تبلیغات مذهبی بکنن، ولی فقط 5% مردم ایران بودن که گفتن فقط باید اسلامی ها بتونن دین اسلام رو تبلیغ کنم، در حالی که 42% جامعه، این خیلی نکته مهمی است، 42% جامعه ترجیح دادن اصلا تبلیغ مذهبی در عرصه عمومی وجود نداشته باشه و 57% جامعه، ببینید آمار تکان دهنده است، 57% جامعه با آموزش مذهبی در مدارس مخالف هستند و 54% مخالف نیستند ولی گفتن فرزندشون در مدارس با باورهای گوناگون باید آشنا بشن و 73% افراد ایرانی در حال حاضر مخالف حجاب اجباری هستند. فقط 12% جامعه میگن باید حجاب اجباری باشه و سوی دیگه 58% جامعه، 58% اصلا اعتقاد دارن که نباید حجاب وجود داشته باشه. یعنی 73% میگن اگر میخواد حجاب کسی بکنه ولی حجاب نباید اجباری باشه و 58% میگن اصلا نباید حجاب وجود داشته باشه. 37% ایرانیان با وجود محدودیت هایی که از نظر وجود و دسترسی به الکل در ایران وجود داره به طور منظم یا گاه گاه الکل میخورن و 55% جامعه، یعنی چیزی بیش از نیمی از جامعه اصلا مصرف الکل ندارد. این نکته رو به خصوص به یادتون بمونه، من درباره این بعداً توضیح میدم. 8% جامعه اصلا کلن چه به دلیل عدم امکان خرید و چه به دلیل هزینه یا هر چیزی نمیتونن الکل مصرف بکنن. خب من یک خلاصه ای از کل این پژوهش رو برای شما نشون دادم و یک لحظه فقط این به اصطلاح قسمت نظرسنجی ایرانیان رو درباره نگرش دین به ایرانیان به صورت این پای یا گراف پای مانندش نشون میدم به صورت شکلی که وجود داره. شما ببینید این 32% هستند که خودشون شیعه میدونن، یعنی 1/3 جامعه ایران فقط خودشو شیعه میدونه. اگر که پیش از انقلاب آمارها رو نگاه کنید، حتی در لحظه که انقلاب شد 98% جامعه ایران مسلمان تلقی شدن و 98% هم رفتن گفتن جمهوری اسلامی آری. 22% اینجا میبینید این نارنجی رو به هیچ کدوم از مذاهب اعتقاد ندارن. این بخش بسیار بزرگ جامعه ایران ایتئیست یا بی خدا یا بی باور به باور مذهبی هستن یا به هیچ کدوم از این مذاهبی که در ایران هست اعتقاد ندارن. حداقل اینجا به صورت کاملا مشخص کسانی که واقعا نام ایتئیزم رو بر خودشون گذاشتن 8.8% ذکر شده. زرتشتی، کسانی که خودشون زرتشتی میدونن، بهتون گفتم با وجودی که فقط ما 20-25,000 نفر زرتشتی زاده در ایران باقی موندن ولی 7.7% مردم ایران در سراسر ایران خودشون رو زرتشتی دونستن که چیزی حدود 6-7 میلیون میشه. معنویتگرای، کسانی که به مسائل اسپریچوال یا عرفانی اعتقاد دارند ولی الزاماً مذهب ندارند، چیزی حدود 7% در جامعه و اونهایی که نمیدونن اصلا چه باوری باید داشته باشن 5.8% و مسلمانان سنی میبینیم که حدود 3.5% بود، اینجا نوشته 5%، چیزی همین حدود 3.5%. و اینجا میبینیم که انسانیتگرا داشتیم مثلا 2.7%، مسیحی در ایران چیزی حدود 1.5%، بهایی در ایران 0.5%، یهودی در ایران 0.1%، و
کسانی که مسلمان خودشونو دونستن ولی نه مسلمان سنی نه شیعه خودشونو میدونن، حالا معلوم نیست این عده به چه قسمتی از اسلام پس اعتقاد دارن، 0.2%. و جالب موارد دیگر، یعنی کسانی که مثلا ممکنه بودایی باشن یا کسانی که ممکنه پیرو مذاهب دیگری خودشونو بدونن احتمالاً یا اصلا یک مذهب خودشونو شاید خیالی داشته باشن، 2.6%. نکته ای که من اینجا من سفر رو از شیر سکرین در میارم و حالا آغاز میکنم به صحبت درباره این که در ایران در حال حاضر داره چه میگذره. خب بینندگان گرامی، ما دیدیم که مردم ایران که تا پیش از انقلاب ایران، انقلاب اسلامی ایران، درصد بالایی از خانواده‌های ایران حتی در خانواده‌های بسیار تحصیل کرده و امروزی و کسانی که به اصطلاح وارد دنیای مدرن هم شده بودند، می‌دیدیم که همه باورهای مذهبی داشتن. شما در سینمای ایران پیش از انقلاب که نگاه می‌کنید، حتی خانم‌هایی که نقش روسپی رو بازی می‌کردن، حتی کسانی که نقش جاهل محل رو بازی می‌کردن و الکل هم مصرف می‌کردن و زد و خورد هم می‌کردن، می‌دیدیم که نماز می‌خوندن، وضو می‌گرفتن، مکه می‌رفتن، بهشون حاجی گفته می‌شد و کارهای از این قبیل می‌کردن. یعنی شما حتی در فیلم سینمایی‌های پیش از انقلاب می‌دیدید که مردم ایران با مینی‌ژوپ هم اگر بودن، حداقل باورهایی از مذهب داشتن، اکثرا خودشون رو مسلمان می‌دونستن و این باور حتی اگر که از طرف حکومت هیچ تبلیغی نمی‌شد، در بین مردم ایران غالباً یه جورهایی جا داشت. اتفاقی که در این 40 سال به نظر میسه افتاده باشه، نخست این که مردم ایران حالشون به شدت معلومه که به هم خورده، حداقل از خود اسلام در درجه اول، و دومی که از هر گونه تبلیغات اسلامی، از حجاب اجباری، از وادار کردن مردم به خوندن اینجور دروس در مدرسه ها، از بچه هایی که شستشوی مغزی داده میشن از سنین کودکستان در سیستم آموزش ایران، و از تمام قوانین اسلامی که داره در کشور ایران اجرا میشه. حالا من میخوام نظر بانو الیکا بقایی رو در این مورد بدونم و ببینم که در این باره چی فکر میکنن. خواهش میکنم بانو الیکا. آرتمیس جان، خب بیشتر نکاتش رو خود شما هم اشاره کردید. ما در طول تاریخ خودمون، یعنی حتی از زمانی که ما تاریخ گذاری دقیق برای اون نداریم، مردمانی بودیم که به یک قدرت آگاه در جهان اعتقاد داشتیم. چه این قدرت آگاه فقط یک آفریننده منفعل بود و چه نقش فعال و در واقع هم آفریننده و هم تصمیم گیرنده در جهان رو داشته. ما به هر حال به چنین قدرت آگاهی در جهان باورمند بودیم و این در طول تاریخ به گونه میشه گفت در خون ایرانی ها جا پیدا کرده. ایرانی ها از همون زمانی که زوروان رو به عنوان یک خدای آگاه که فقط آفریننده بوده و بعد کار اداره جهان رو به دست دو فرزند خودش میده و کنار میکشه، خدا رو باور داشتن، چه امروز که شاید یکی از دلایلش این هستش که انسان ها چه در گذشته و چه امروز به وجود برخی ناتوانی های ادراکی در جهان باور داشتن. اونها میدونن که خیلی چیزها خارج از اراده اونها بوده و خب همین که ما علاوه بر این آنچه که خودمون اراده میگیم، به در واقع اراده خودمون در جهان میدونیم، به اختیار، انتخاب و بخت، در واقع واژه بخت رو ما همیشه داشتیم و این بخت اشاره‌ای هستش به قدرت آگاهی که گاهی برای ما خوب میپسنده گاهی بد. این در طول تاریخ همچنان میبینیم که در همین آمار هم نشون داده شده. یعنی ما حتی افراد زیادی رو میبینیم که نه دین میشناسن، نه باور، نه مذهب، نه به هیچ اعتقاد خاصی نیستن، ولی وقتی بهشون میگیم یعنی خود شما خدا رو هم باور نداریم، چرا؟ ما میدونیم که یه قدرتی وجود داره و تا دلشون این رو حس میکنن. اما همون جوری که خودتون هم اشاره کردین،
در طول به ویژه بعد از انقلاب ما شاید بتونم بگم که دو روند دین گریزی رو در مردم میبینیم. در مرحله اول وقتی که فشارها و واقعیت بر اونها آشکار میشه و اون رو به نام اسلام تمام میکنه. خب مرحله اول میشه که از اسلام گریزان میشن، یعنی ترجیح میدن که هر چی دینی رو داشته باشن به جز اسلام. و اینجا جاییه که ادیان دیگه، حتی میتونه مسیحی باشه، حتی میتونیم دین زرتشتی رو که ما میگیم باشه، جایی برای ظهور پیدا میکنن. همون زمان بودش که ما میبینیم که گروه های فرهنگی قدرت پیدا میکنن و میتونن اون زبان خفته خودشون رو دوباره کمی باز کنن و آگاهی مردم بیشتر میشه. در مرحله دوم زمانی میشه که ما ایران در واقع و به ویژه دولت اسلامی ایران به عنوان قدرتی بر مسلمانان جهان در واقع معرفی میشه و ما میبینیم که داره کمی گسترده تر از دین اسلام میشه، گاهی اوقات از دینهای سامینان برده میشه. و در این مرحله است که به ویژه گروهی که هنوز آشنایی زیادی با دین زرتشت ندارن کلن دینها رو از اون در شمار دین اسلام قرار میدن و کلن دین گریز میشن و اگر خدا باور باشن رو میارن به سمت عرفان و اگر خدا باور نباشن رو میارن به خدا ناباوری، آتئیسم یا امثال اینها. من در مورد تبلیغات دینی میتونم چون همیشه یه گریزی هم من به تاجیکستان میزنم، یه نمونه خیلی جالبش آرتمیس جان در تاجیکستان هستش که در واقع ما میدونیم که کشوری مسلمان هستش، رئیس جمهور اونها در سخنرانی های خودش میاد و خودش رو به عنوان یک مسلمان معرفی میکنه. جشنهایی مثل جشن قربان یا جشن عید فطر خیلی بزرگ و گسترده گرفته میشه، ولی در این حال خیلی عملیات انجام میشه تا مردم رو از اون اسلام زیرزمینی که سالها در تاجیکستان فعال بود و یا از اون اسلام تند رو کنار بزنه. در یکی از این اقداماتی که داره انجام میشه آزادی هایی هستش که به ادیان دیگه داده میشه، یعنی مبلغان زیادی رو ما در تاجیکستان میبینیم که خیلی آزادانه میتونن بیان و دین خودشون تبلیغ کنن. و حتی اگر به شما بگم که آمار افراد مسیحی داره در تاجیکستان زیاد میشه شاید باورتون باور نکنید. افرادی که امروز خودشون رو مسلمان میدونن و حتی با تاجیکانی هستن که برای گسترش باورهای مسیحی دارن تلاش میکنن. و دلیلش این هستش که وقتی در جامعه دولت، به ویژه دولت نه مردم، دولت راه افراد رو نره، قدم بر اجبار نذاره، مردم میتونن خیلی راحت تر دست به انتخاب بزنن و تبلیغات دینی رو بپذیرن. ولی در جامعه ما هرچه فشار، یعنی وقتی دولت ما نام اسلام رو میذاره تمام فشارهایی که این دولت وارد میکنه در واقع به نام اسلام هم تمام میشه و این باعث شده که نه تنها دین اسلام در واقع جایگاهش تنگ و تنگتر بشه بلکه تمام ادیان دیگر در جامعه ایران دارن جایگاه خودشون رو از دست میدن. اما نکته‌ای که وجود داره در مورد ستیزه یا در واقع عدم تمایل به آشنایی با دین در مثلا مدرسه یا جاهای دیگه، من فکر میکنم که این اشتباهی بوده که در گذشته هم ما انجام دادیم. حالا من نمیدونم آرتمیس جان شما میتونید نظرتون رو بعدا خودتونم بگید. من فکر میکنم که یکی از دلایلی که ایرانی ها فردی رو به نام رهبر انقلابی مثل امام خمینی میان
می آورن و اونو سمبول آزادی خواهی خودشون قرار میدن، آزادی که نمی دونستن چی هست و در واقع هیچ چیزی رو که نمی دونستن چی هست، رهبر انقلابشون یا اون تغییری که میخواستن قرار میدن. یکیش دلیلش همین بودش که اونها آگاهی با اندیشه های این فرد نداشتن. یعنی زمانی که مردم ما آگاه شدن که دولت جمهوری اسلامی چه دولتی هستش، بعد از این بود که به پای صندوق های رأی رفتند و رأی خودشون رو دادن. و دلیل اون این هستش که اونها برای نمونه رساله امام خمینی رو هیچ کس نخونده بود و ما دقیقا بعد از انقلاب بود که نیروهای اپوزیسیون در خارج شروع کردن به افشای رساله امام خمینی و چیزهایی که در اون نوشته شده بود. یعنی ما اگر که این در رو بر روی جامعه ببندیم و اجازه ندیم تا جوانهای ما بدونن که در ادیان اونها چی نوشته، تاریخ دین، حالا نه تنها اسلام بلکه هر دین دیگه چی میگه، من فکر میکنم که جامعه ما میتونه دچار اشتباه زیادی بشه. و این آب در اینجا نشون داده بود برای خود من یک کمی تکون دهنده بود که ما انقدر بیزار شدیم که کلا نمیخوام هیچ چیزی رو بشنویم. و این میتونه بعدها حتی که خیلی ما داریم میبینیم، نمیدونم شما هم در شبکه های اجتماعی دیدید که حتی خیلی اوقات ستیزه میکنن و میگن آره شما میخواین اسلام رو بردارید که بیان دین زرتشت رو غالب بکنین و به زور همون، یعنی حتی اینقدر آگاهی وجود نداره که بدونن دین زرتشت چیست، چه شیوه هایی داره و حتی ستیزه اونها با دین زرتشت هم وجود داره. حالا آرتمیس جان باز هم نظر شما رو ترجیح میدم، باز هم نظر خودتون رو بشنوم. الیکا جان درسته. ببینین مسئله که اینجا من فکر میکنم وجود داره در این چند دهه اخیر، شبکه های اجتماعی، ماهواره ها و اینها بسیار کمک کردن برای اینکه مردم درون ایران به اصل هم خود اسلام پی ببرن، اصلا بفهمن که اسلام چی بوده، اصلا این حکومت اسلامی چی بوده، کجای تاریخ، در کجای جهان یه حکومت اسلامی تشکیل شده که حکومت اسلامی دوم در ایران از روی اون گرته برداری شده و دقیقا هم اجرا می کردن. یکی این که مردم شروع کردن به آشنا شدن با هویت ملی، با اندیشه های ایران پیش از اسلام و اصلا فهمیدن مردمی که در این 40 سال بمباران شده بودن با اینکه ما هیچی نبودیم، ما یک ملت وحشی بودیم، ما هیچ تاریخی نداشتیم، تاریخ پیش از اسلام رو از کتاب مدرسه ها حذف کردن، بچه ها اصلا دیگه نام کوروش و داریوش رو نمیخوندن در کتاب مدرسه، نمیدونستن اصلا ایرانیان چه خوراک فکری و چه فلسفه‌ای رو به جهانیان تونسته بودن ارائه بکنن، اصلا ما چگونه بودیم که سرفراز بودیم، چه باورهایی داشتیم، ارزش هامون چه بوده، ضد ارزش هامون چه بوده. مردم تازه در چند دهه اخیر، یکی دو دهه اخیر پس از آمدن تمام این به اصطلاح ماهواره ها و شبکه های اجتماعی، تونستن صدای غیر اسلامی بشنون در ایران و بعد تازه اومدن به اصل مسائل پی بردن. کسانی پیدا شدن در شبکه‌های اجتماعی، در ماهواره‌ها مانند روانشاد، فرود فولادوند، یا اسمش چی بود یادم نمیاد خدایا، حالا کاری نداریم، کوروش آریامنش و امثال اینها که آمدن، شایان کاظمی و اینها اومدن و شروع کردن قرآن رو خوندن و قرآن رو ترجمه کردن و نشون دادن هر حرفی که زدن اومدن با اصل و سند از توی خود قرآن نشون مردم دادن و تازه مردم فهمیدن که چه گلای گشادی سالها توسط آخوندها بر سرشون رفته، از حتی از دوران پیش از پهلوی که آخوندها قدرت مطلقی داشتن در ایران و تمام ایران رو واقعا یه جورایی رو انگشتشون میچرخوندن و حتی سلطانهایی که در این سالها بودن در ایران چگونه خودشون تا خرخره تا واقعا از سرشون گذشته بود که چگونه مغزشویی شده بودن توسط همین آخوندها و چگونه مطابق استخاره های اینها کشور به باد میدادن، کشور میفروختن، کشور جنگ میکردن، جنگ
باور نمی کردن و چه اتفاقات وحشتناکی که در ایران افتاد فقط فقط به خاطر بیخردی، به خاطر نادانی، کم سوادی، کم دانشی مردم. و اینها تازه شروع شد، آگاهی رسانی شد به مردم. مردم ایران نخست دیدن که اصلا در جهان چه میگذره، نگاه کردن دیدن در تمام کشورهای جهان زنان چگونه حضور دارن، مردان چگونه حضور دارن، جوانان دارن چه فعالیت هایی میکنن، چه جور زندگی میکنن و اینها از چه حقوق اولیهی در این کشور تحت قوانین اسلامی محروم هستن. دوم اینکه اومدن آشنا شدن پس با خود اسلام و نفس اسلام و تاریخ اسلام. سوم اینکه اومدن با هویت پیش از ایران، پیش از اسلام ایران آشنا شدن. و چهارمین نکته اینکه مردم فهمیدن برای ایجاد یک پارچگی و از بین بردن این حکومت ستمگر باید چیزی برکشیده بشه و اون هیچ چیزی نمیتونه باشه که همه مردم ایرانو از هر خورده فرهنگی، از هر خورده زبانی که در هر گوشه این ایران ممکنه وجود داشته باشه مردمو با هم متحد کنه، غیر از نام ایران و غیر از هویت ملی ایرانی. هیچ چیز نمیتونه این ملت رو با هم هماهنگ کنه، چون شما میبینید در اسلام درون ایران خود اسلام، نفس اسلام هم میبینی شیعه و سنیش خودی و ناخودی داره، یعنی حتی بین خود مسلمانان هم اتحادی نمیتونه وجود داشته باشه. هنوز میبینید عربستان برای ایران بزنه، ایران برای عربستان بزنه، سنی ها برای شیعه ها نقش بکشن، شیعه ها سنی ها رو بکشن و میبینید که حتی در خود اسلام هیچ صلح و آرامشی هم وجود نداره و هر کدوم هر وقت دستشون میرسه بر اساس قوانین و اصول اسلام میزنن اون یکی رو حذف میکنن. بنابراین مردم ایران حالا به اینجا رسیدن که ما نه تنها این حکومت اسلامی رو نمیخوام، نه تنها قوانین اسلامی رو نمیخوام، نه تنها در تحت این قوانین اسلامی حجاب رو نمیخوایم که اجباری است و نه تنها بقیه ارکان دادگستری مردم میرن میبینن ارثشون نصف مرده، میرن میبینن شهادت زن اعتباری نداره، میرن میبینن حق طلاق زن نداره، میبینن حضانت رو به بچه نمیده، حضانت بچه رو به زن نمیده. خب همه اینا رو مردم دارن میبینن در این حالی که دارن از خارج از کشور با طریق این شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ها میبینن مردم جاهای دیگه جهان چجوری زندگی میکنن، میبینن کشورهایی که خیلی از ایران بدبخت‌تر و فقیرتر بودن و این همه ثروت ملی هم نداشتن چگونه دارن پیشرفت میکنن. جلو چشمشون کره جنوبی رو میبینن، جلو چشمشون ژاپن رو میبینن، جلو چشمشون کشورهای خیلی قراضه‌تر از ایران بودن که میبینی مثلا مثل چین، مثل نمیدونم ویتنام، مثل فیلیپین، مثل نمیدونم اندونزی، مالزی و دارن میبینن همه جهان داره چگونه رشد و پیشرفت میکنه و زندگی داره ترقی میکنه و جوان اونجاها کار داره، اونجاها دانشگاه میره، آزاد زندگی میکنه، خانواده تشکیل میده و روند زندگی یک کشور رو به بهتر شدنه، برخلاف که میبینن ایران تحت این حکومت اسلامی روز به روز رو به بدتر شدنه و همه چیزی هم که ما داشتیم از دست رفته، امید به زندگی از بین رفته، افسردگی گسترده، اعتیاد وحشتناک، فقر بی نهایت و عقب ماندگی همه جوره کشور و شکستگی همه جوره کشور در عرصه اقتصاد، در عرصه سیاست، در عرصه اجتماعی و در جهان. امروز میبینن که ایران و ایرانی هیچ جایی برای ابراز وجود دیگه ندارن. اینها همه دست به دست هم داده تا این آماری که میبینین رو واقعا در ایران رقم زده و این جای بسی خوشحالی است برای من شخصا که میبینم درصد بسیار زیادی از مردم میگن ما نمیدونیم. 5-6 درصد از مردم، یعنی تقریبا چیزی حدود 4 میلیون آدم در ایران آماده هستن برای که شما هدفمندشون بکنید در فردای آزادی ایران. 7.5% خودشون رو زرتشتی دونستن، 8%، 22% گفتن ما خدا باور نداریم یا به خدا یا به باور مذهبی دیگر هیچ نوع باور مذهبی اعتقاد نداریم، که این خودش یک چیزیست که در فردای ایران اگر
کسانی باشند که نیاز معنوی، نیاز مذهبی، نیاز دارن به یک خدایی که میبینیم 78% مردم ایران هنوز میگن ما یک خدایی رو بالاخره باور داریم. این 78% میتونن باورمندیشون به خدا رو با باور ایرانیشون هماهنگ کنن. یعنی ما الزامی نداریم همه مردمم هم زرتشتی باشن، ولی اونهایی هم که میتونن خدا باور نباشن یا مذهب باور نداشته باشن، میتونن به هویت ملی، میتونن به خرد ایرانی اعتقاد داشته باشن، میتونن به دهشمندی ایرانی، میتونن به رواداری ایرانی، آزادی ایرانی، یعنی میتونن ارزش‌های ایرانی رو جایگزین هر گونه مذهبی بکنن. و باز ما همیشه اینو گفتیم، باور خود زرتشت یا نگاه زرتشت چیزی غیر از نگاه ایرانی نبوده. زرتشت از آسمان نگاهی بهش وحی نشده، باورش هم باور ابراهیمی نبوده که رفته باشه از جای دیگری به ایران آورده باشه. شما چه ارزش‌های ایرانی رو باورمند بشید در فردای آزادی ایران؟ اون 22% که به مذهب باور ندارند، اون 22% میتونن به ارزش‌های ایرانی و هویت ایرانی باورمند بشن، به حداقل از نوع ایرانی بشن. حتی اگر که من برم بگم من باور مذهبی ندارم، ولی من قویاً به ارزش‌های ایرانی باورمندم و ضد ارزش‌هایی که توی فرهنگ ایران ضد ارزشه، من برام ضد ارزشه، من دروغ برام ضد ارزشه. بنابراین من حتی اگر به هیچ باوری هم اعتقاد ندارم، من باید خردمند باشم، من باید راستگو باشم، راستکردار باشم. و این از نظر من الیکا جان بسیار جای خوشبختی بود که این آمار رو دیدم. میدونی یک جای امیدواری بزرگ برای اینکه این کشور در بین اون همه همسایه اسلام تندرویی که در کنارش قرار گرفتن، از اون بر عراق، اون بر میبینید در ترکیه زیر حکومت اردوغان میبینید چقدر اسلام تندرو رو به گسترش در ترکیه، این طرفمون پاکستان، اون طرفمون افغانستان، یعنی ما هر جور حساب بکنیم به نفع مردم ایرانه که حتی بیان ایرانی بشن، حتی اگر مذهبی نیستن. مرتمیز جان کاملا درست گفتین. تنها چیزی که میتونه در طول تاریخ ایرانی ها رو همیشه یک جا جمع کرد پرده گذاشته تا با یک دشمن مشترک وارد جنگ بشن، از یک هدف مشترک دفاع بکنن، همون ایرانی بودن بوده. خیلی جالبه که ایران یکی از کشورهایی است که با وجود اقوام مختلف، با وجود ادیان مختلفی که در اون هستش، همیشه یک جور معنی ملت در اون به روشنی وجود داشته و هیچ وقت. خیلی جالب بود که من در تاجیکستان هر وقت از من در مورد در واقع قومیت یا اینکه از کجا هستن، مثلا رئیس جمهور کجایی هستن، همیشه باید اول در یه لحظه فکر میکردم، چون هیچ وقت برای من سوال اولی نبود که مذهب شهر یا استانی که رئیس جمهورتون یا نمایندتون از اونجا هستش چیه. همیشه ما نگاه میکنیم به اندیشه و نگاه میکنیم به اقداماتی که یک فرد کرده، پیش از اینکه نگاه بکنیم به دینش، پیش از اینکه نگاه بکنیم که از کجا هستش. من امیدوارم که همین شیوه در بین همه ایرانی ها گسترده بشه و هیچ وقت دیگه ما مثل همینطور که شما خوب میدونین در اینجا، ما هیچ وقت شاید اون رو بد بدونیم که از کسی بپرسیم دین شما چی هستش. هیچ وقت این نه جز گزینه های سوالی ما باشه و نه جز سوال اولی که ما دوست یا نزدیکان خودمون میپرسیم، فقط یک هدف مشترک و اون ایرانی شدن باشه در زندگیمون. کاملا درست الیکا جان، و خیلی خیلی مهم هست که برای کسانی که واقعا نیاز مذهبی دارن به یک کیش، یعنی معتقد هستن باید یک باور دینی داشته باشن، باور دینیتون رو از سرزمین خودتون با ریشه های فرهنگی خودتون انتخاب کنین. اسلام برای عرب در سرزمین عربستان کار میکرده برای که بخشی از فرهنگ خودشون بوده، برای که بخشی از سیستم زندگی و نگاهشون بوده. یا باورهایی که میبینید، مثلا آیین شینتو برای ژاپن کار میکنه برای که از باف
بافت و فرهنگ و اخلاق و روتین زندگی مردم ژاپن اومده. شاید آیین شینتو هم بردارن برای ما در ایران بیارن، ما اصلا خندمون بگیره، میگیم یعنی چی ما میریم یه زنگی میزنیم خدا اون بالا بیدار شه، یه پولم باید بندازیم به خدامون رشوه بدیم تا خدا دست بزنیم بهمون گوش بده، آی خدا به من توجه کن. ولی برای اون ملت داره کار میکنه و ژاپن رو هم عقب مونده نگه نداشته و ژاپن رو هم از سازندگی و بالندگی باز نمیداره و اون کشور براش اون باور ملی خوب داره کار میکنه. برای من و شما ایرانی هم که واقعا ملت رواداری هستیم در تمام تاریخ، همون جوری که شما گفتین نلیکا جون، ما همه ساتراپی هایی که زیر حکومت های امپراتوری ایران بزرگ قرار داشتن، از هر باوری، از هر زبانی، از هر سیستم فرهنگی و زندگی که داشتن در کنار هم صلح‌آمیز زندگی میکردن و ما هرگز در ایران ندیدیم و نداشتیم که ایرانی ایرانی کشی کنه. ممکن بود ما یک با یک دشمن خارجی بجنگیم، ممکن بود در سر هجوم و حمله ای که با ما بیاد با اون مهاجمین ما حالت تخاصم و دشمنی داشته باشیم، ولی هرگز پیش نیومده بود که خراسانی بزنه سیستانی رو بکشه یا سیستانی بزنه خوزستانی رو بکشه یا خوزستانی آذربایجانی رو بکشه. برای همینه که ما میگیم که ما با نگاه ایرانی که توی این مملکت در هزاره ها وجود داشته، بهترین شیوه زندگی مسالمت آمیز و روادار رو خواهیم داشت در کنار هم. یهودی باشیم ایرانی هستیم، مسیحی باشیم ایرانی هستیم، زرتشتی باشیم ایرانی هستیم، یا اصلا باوری نداشته باشیم به خدا هم ایرانی هستیم و هدف اولمون زندگی در کنار هم دیگه در ایران و ساختن و آباد ساختن ایران و محیط زیست درستی رو برای ما ایرانیان و نسل‌های بعدمون فراهم بکنیم که در اون کشورمون فرزندانش بالنده بشن و با افتخار در اون سرزمین زندگی کنن، با پویایی زندگی کنن و همگی بتونیم این کشور چند هزار ساله رو به آیندگان برسونیم. سپاسگزارم از ادلیکا جان، بسیار بسیار متشکرم که با این همه مسئولیتی که تو در خونه و خانواده و فرزند و اینها داری در برنامه ما حاضر شدی و وقت گرانبهاتو در اختیار ما و همه بینندگان و شنوندگان این برنامه گذاشتی. به امید دیدار تا برنامه آینده. خیلی خوشحال شدم. بدرود.